بچه که بودم هولوش فکر کنم اول دوم راهنمایی بودم، یه روز صبح زود که داشتم میرفتم مدرسه دیدم که دو سه خونه بالاتر از ما همسایه ها دارن آماده مراسمی میشن و چند تا بنر دیدم که دارن نصب میکنن. این بنرها موضوعیتش این بود که همسایه‌مون توی اون یعنی یکی از همسایه‌مون توی اون آپارتمان به قله کلیمانجارو صعود کرده بود و از هیئت‌های کوهنوردی از جای مختلف بهش این صعود رو تبریک گفته بودن و داشتن بنر نصب می‌کردن. از همون سنین کلیمانجارو برای من یک عظمت خاصی پیدا کرد، یک بزرگی خاصی پیدا کرد و همیشه کنجکاو بودم که کلیمانجارو چیه و چرا باید صعود به این قله اینقدر بزرگ بشه. دوست عزیزم دکتر عارف مدرس دعوت من رو قبول کرده تا در مورد این صعودش با دوچرخه با هم گپ بزنیم و این تجربه رو با هم به اشتراک بذاریم. عارف جان خوش آمدی. سلام بابک عزیز و گوریلازونی های دوست داشتنی. من عارف هستم، عارف مدرس، 43 ساله، پزشک هستم، فرزند سیما و جعفر و برادر ارسلان. از بچگی با کوه و طبیعت و ورزش آشنا شدم به واسطه عشق و علاقه که پدر و مادرم داشتن با کوههای تقریبا با کل کوههای آذربایجان، ساوالان و همه قله های سهند آشنایی داشتم. تا 25-26 سالگی بسکتبال هم بازی میکردم. از 25-26 سالگی به خاطر مشغله شغلی و حالا مسائلی ورزش رو تقریبا کنار گذاشته بودم. تا حدود 10 سال از 36 سالگی مجددا شروع کردم، به پیشنهاد یکی از دوستان دوباره دوچرخه رو شروع کردم و دوباره کوه و دوچرخه و طبیعت برام استارت خورد. حالا بریم مقصدت رو برام معرفی بکن که اصلا کلیمانجارو دقیقاً کجاست؟ کجای نقشه جغرافیاییه؟ کلیمانجارو تقریباً وسط های آفریقاست. کشور تانزانیا آخرین کشوری که از بردهداری نجات پیدا کرده. هیچ صنعت و هیچ درآمد دیگه ای نداره غیر از توریستایی که برای دیدن کلیمانجارو میان. و بلندترین قله آفریقا و چهارمین قله هفت قاره هست. چرا کلیمانجارو؟ اصلا چی شد که تصمیم گرفتی بری کلیمانجارو؟ به نظر من آفریقا عین طبیعت، حتی زندگی مردمش عین خود طبیعت. دوست داشتم آفریقا رو ببینم، دوست داشتم با دوچرخم کوه برم، کوهستان رو تجربه بکنم و همه اینها یک جا کلیمانجارو رو در بر داشت که تصمیم گرفتیم با استاد مسعود آقاوالایی این کار رو انجام بدیم. از لحظه تصمیم گیری برای شروع سفر تا از لحظه ای که تصمیم گرفتی که میخوام برم کلیمانجارو تا لحظه ای که استارت سفر رو زدی، یعنی روزی که توی فرودگاه بود، چقدر زمان بود؟ 6 ماه زمان کمی بود برای تمرین، برای آمادگی. تمرین مستمر داشتم ولی تمریناتی که حالا هدفدار باشه برای این صعود زمان واقعا کم بود. دلیلش هم مشکلاتی هست که ما داریم از بابت ویزا، از بابت برنامه ریزی، از بابت رزرو بحث صعود تو کشور حدود 6 ماه زمان بود. بحث ویزا شد. آیا اصلا در مورد ویزا و شرایط سفر، در مورد سفرت اصلا بهمون توضیح میدی که چجوری ویزا گرفتی، چجوری هتلات رو رزرو کردی، با چه پروازی رفتی؟ همین ابتدا و مقدمات سفرت رو بهمون میگی؟ بله، اکثر این هماهنگی ها رو
استاد آقابلایی انجام داده بودن، منتها با هماهنگی خودمون. تیممون 5 نفره بود. با پرواز قطر قرار بود بریم. قبل از صعود تو شهر آروشا قرار بود لوژی برامون رزرو بشه. هتل تو تانزانیا معنی نداره، اکثرا لوژهای انگلیسی های قدیمی هستن. لوژ برامون رزرو بشه. به این صورت نیست که هر کوهنوردی دلش خواست بره و بگی که من میخوام کلیمانجارو رو صعود بکنم. از چند ماه قبل باید مجوز ورود گرفته بشه، به اضافه مجوز ورود نهایی که حین ورود به پارک میگیرن. پارک ملی مارانگو هست ورودی کلیمانجارو. همه مجوزها باید چند ماه پیش آماده میشد، زمان بر بود و این هماهنگی ها انجام شد. ویزا ویزای تانزانیا ویزای فرودگاهی هست، زیاد پیچیده نیست، ولی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی و خود تانزانیا واقعا یک پروسه زمان بر بود. معطلی زیادی تو فرودگاه گرم آروشا داشت که اسم فرودگاه هم اتفاقا فرودگاه کلیمانجارو بود، ولی خب به خوبی انجام شد و مجوز ورود به پارک ملی مارانگو. روزهای صعود لیمیت داره، کمتر از اون لیمیت و بیشتر از اون لیمیت نمیشه که این صعود انجام بشه. باید حتما هماهنگ بشه، در زمان مقرر باید از پارک خارج بشین. اگر هم خارج نشین بالاخره خودشون قراره بیان دنبالتون بگردن تو مسیر، و وسایلی هم که مجاز هستیم ببرین همشون اونجا حین صدور مجوز کنترل میشه. وسایل آتش‌سا و وسایل کمپ خیلی مفصل حق ورود به مسیر صعود به کلیمانجارو رو نداره. در مورد تجهیزاتی که با خودت بردی مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی در همین ابتدا میخوام دغدغه اکثر بچه های دوچرخه سوار ازت ببینم. دوچرخه تو چجوری بردی؟ اکثر بچه ها مشکل اضافه بار دارن، دغدغه و درگیری و به اصطلاح چیز دارن با شرکت های هواپیمایی وقتی میخوام با دوچرخه سفر بکنن. در مورد قوانین سفر هوایی با دوچرخه بگو. باکسمون باید استاندارد باشه. هنگام تهیه بلیط باید حتما از اینکه هواپیما مناسب حمل دوچرخه باشه و گیج بار هواپیما مناسب اون باشه حتما باید اطلاع داشته باشی. یک باکس حتما باکس باید استاندارد باشه. باکس های استاندارد اندازشون خیلی کوچیکه. برای دوچرخه ها به خصوص دوچرخه های دو کمک کوهستان تقریبا کل دوچرخه باید ریمونتاژ بشه، از فرمان تا کوچکترین قطعات و شانژمان و مجدداً در مقصد دوچرخه مونتاژ بشه. بحث اضافه بار هست، حتما باید اضافه بار تو بلیط قید بشه، چون دوچرخه با باکس هر چقدر که دوچرخه‌مون سبک باشه، دوچرخه و تجهیزات کوهنوردی با باکس حداقل 20-25 کیلو هست و حالا تجهیزات شخصی هم که بیاد رو اونا قطعا اضافه بار زیادی تحمیل خواهد شد. لطفاً از تمرینات بدنی که برای این برنامه کردی، خب میدونم که برای دوچرخه سواری توی یه همچین محیطی یه همچین برنامه‌ای فقط صرفاً آمادگی جسمانی از لحاظ عضلانی مهم نیست، تو قراره که تو ارتفاع بالاتری از سطح دریا در ارتفاع بالاتری که زیست میکنی قرار رکاب بزنی و بدنت برای تامین اکسیژن بدنت دچار مشکل میشه. از تمرینات بدنیت برام بگو و این که از لحاظ فنی دوچرخه تو یعنی خودت مونتاژ میکردی علمشو داشتی یاد گرفتی یا چیه؟ یه توضیح مختصری هم در این مورد بهمون بده. تمرینات دوچرخه از سال 97 کاملا مستمر ادامه پیدا کرده، تابستون و زمستون نداشته. تمرینات ارتفاع برای این برنامه لازم بود، زمانم کم بود و پارسال سال 1402 آذربایجان و منطقه ما زمستون سختی رو سپری کرد. با همون زمستون سخت مجبور شدیم برای همهوایی بالاترین قله های آذربایجان، اطلاع دارید 3000-3500 هستن معمولا، همین قله ها رو صعود بکنیم. بعضی جاها به خاطر احتمال بهمن، بعضی جاها به خاطر بدی آب و هوا، حتی این صعود ها هم نصف و نیمه مون در از این 6 ماه، ولی سعی کردم که تا حدی که امکان داشتم اینا رو انجام بدم. در باشگاه تمرین می‌کردم روی دوچرخه ثابت، روی تردمیل، روی تردمیل آبی با ماسک تنفسی، با ماسک تمرینی که فشار پایین هوا رو برام شبیه سازی می‌کرد. من بیمار آسم هستم و این سفر واقعا سفر پرچالش تری برام بود با توجه به بعد ارتفاع نزدیک 6000 متر و سردی هوا، قطعا آسمم تشدید می‌شد. ولی با همه این تمرینات و نیروی ذهن
و اراده‌ای که داشتم تونستم به اون هم غلبه بکنم. در مورد ماسک استقامتی من یه توضیح بدم. یه ماسکایی هستن که شما روی دهان نصب می‌کنید و اینها جریان ورودی اکسیژن رو به ریه های شما تا 70% بسته به مدل هایی که دارن تا 70% محدود میکنن و در نتیجه بدن شما به مرور عادت میکنه که با 30% اکسیژن باقی مونده عملکرد عضلاتون رو حفظ بکنه. در مورد بحث فنی دوچرخه تو بالاخره دوچرخه دو کمک داری، مونتاژ دمونتاژ کردن دوچرخه دو کمک خودش داستانیه، باز و بست فرمون، تنظیم دنده وقتی شانزمان رو باز میکنی، اینا همه چالشه دیگه. اینها رو چیکار کردی؟ میدونستی یا تا یه قسمتی بلد بودم ولی قسمت‌های تخصصیش رو نه. حالا که صحبتش شده میتونم اینجا از آقای محمد فاکتل و آقای کریمی عزیز دوستان باشگاه صحن تشکر بکنم. محمد فاکتل شاید چند ماه هر روز بعد از ظهر در پایان وقت کاریشون تو جای دیگه که شاغل بودن میومدن مغازشون رو باز میکردن، دفتر باشگاه رو باز میکردن و مونتاژ و ریمونتاژ دوچرخه رو دوباره به من یادتون آموزش میدادن. خودم هم مجبور بودم وقت بذارم، حین تمرینات سخت چندین ساعت وقت گذاشتم تا اینکه این رو به صورت حالا تخصصی هم نباشه نزدیک تخصصی یاد بگیرم که تو این برنامه سخت و چالشی به مشکل نخورم. با کوچکترین پیچی که اشتباه فسته میشد میتونست کل برنامه و به هم بخوره و حتی خطرات جانی هم داشته باشه. برای آخرین سوالمو در مورد آمادگی های قبل سفر بپرسم بریم دیگه سر قضیه سفرمون. آمادگی روحی، میدونم که برای این سفرها یک آمادگی روحی خیلی شدید نیازه. خیلی مهمه که تو این سفرها از لحاظ روحی آماده باشی که چون چالش داری و بعد تو بعضی اتفاقات ممکنه که اتفاقی بیفته که تو کلن فرو بریزی، یعنی اصلا داغون بشی. از لحاظ روحی چطوری خودتو برای این سفر آماده کردی؟ داستان الهام بخشی که از کودکی پدرم هم کاستش رو برام تهیه کرده بود هم کتابش رو میخون، قصه ماهی سیاه کوچولو، قصه استاد بهرنگی هست، بارها و بارها از کودکی اینو شنیدم. یه جمله معروفی هست که ماهی سیاه کوچولو میگه همش که نباید بترسیم، راه که بیفتیم ترس ما میریزد. و وقتی فهمیدن که ماهی کوچولو همه این چیزا رو میدونه و بازم میخواد از اون راه بگذره و هیچ ترسی هم از موقع سقوط نداره، چندشون وسوسه شدن که با اون برن، اما از ترس بزرگترها صداشون در نیومد. ماهی کوچولو با ماهی ریزه ها خدافظی کرد و راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا شب شد. اون وقت زیر سنگی گرفت و خوابید. همیشه الهام بخش من بوده، هیچ وقت نخواستم راکت بمونم و مثل ماهی سیاه کوچولو از برکه حرکت کردم تا برم و دریا رو ببینم. دقیقا. پس شکل گیری این رویا اون 6 ماهی که صحبت کردیم نبوده، ریشه در کودکی داره. این ایده در واقع از کودکی و این آرزوی بلند پروازی از کودکی شکل گرفته. برای این سفر و هر سفری تجهیزاتی لازمه که ما با خودمون ببریم. تجهیزاتی که حالا غیر از دوچرخه، اول در مورد دوچرخه بگو که دوچرخه چیه، مدل دوچرخه روشن بشه برامون که با چه مدل دوچرخه این سفر رو رفتی و بعد تجهیزاتی که روی دوچرخه نصب کردی، چه تجهیزاتی که ضروری بودن چه تجهیزاتی که غیر ضروری بودن یا حتی اضافه بودن. دوچرخم دوچرخه کربن دو کمک کنوندال هست، کنوندال مدل اسکالپل، دوچرخه برای فعالیت‌های کراس کانتری هست، حالا برای اندرو و دانهیل هم نیست. جنس تنه کربون هست به خاطر سبکیش و به خاطر مختصاتی که برای این برنامه لازم بود. کیتای تعمیر دوچرخه بود از بابت حالا لنت ترمز، انواع وسایل پنچر،
اینا رو حتما باید همراه می همراه لوازم یدکی نمیت به خاطر چالشی بودن مسیر نمیتونستیم خورجین ببندیم، مجبور بودیم از کوله های مناسب دوچرخه کوهستان استفاده بکنیم که کوله داشتم، کوله حدودا 24 لیتری داشتم که بالاخره وسایلم هم زیاد بود ولی خب با هر مشقتی بود جا کردیم. و 24 لیتر رو که با 24 لیتر سفر نرفتی، حتما قسمت اعظمی از تجهیزات رو توی مثلا جانپناه اینا گذاشتی، در واقع با 24 لیتر صعود کردی. با 24 لیتر صعود کردیم بله، بقیه تجهیزات در پناهگاه ها و روی داخل رکبک ها کیسه های سفر هم میشد، ولی 24 لیتر حتما حتما باید حین سفرها حین صعودهامون، صعودهای 1000 متری روزانه که معمولا هم یک روز تمام طول میکشید، حتما باید همراهمون میبود. از مسیر برامون بگو، مسیر اصلا این سفر چجوری شروع میشه، از لحظه‌ای که رسیدی به فرودگاه تا لحظه شروع دوچرخه سواری برامون. با توجه به شرایط تانزانیا و شرایط کشوریشون معمولا حتی پروازهای قطر یا پروازهای بین المللی دو سره هن. اول دارالسلام تعدادی مسافر رو پیاده میکنن، بعد دوباره تیک آف میکنه و میره آروشا فرودگاه کلیمانجارو و اونجا کوهنوردا رو پیاده میکنه. یه فرودگاه خیلی کوچیک با کمترین امکانات ولی دوست داشتنی، تقریبا همه کوهنوردن از همه جای دنیا، دیدن اون همه کوهنورد، اون همه انسان همفاز واقعا خودش لذت بخشه. ولی خب فرودگاه کوچیک چالش‌های خودش هم داره، واقعا برای دریافت ویزای فرودگاه چندین ساعت معطل میشین، برای دریافت بارها چندین ساعت معطل میشین. از فرودگاه تا شهر آروشا با ماشین ترانسفر میشین و دو سه ساعت زمان میبره. اصولش اینه که یک روز در شهر آروشا بمونین، دوچرخه ها مونتاژ بشن و بعد حرکت رو شروع بکنین. از شهر آروشا تا ورودی پارک مارانگو یا به اصطلاح استارت مسیر صعود به کلیمانجارو یک مسیر آسفالت، راه باریک دو طرفه و پرشیب هست. چندین ساعت طول میکشه تا برسیم به ورودی پارک مارانگو. تو ورودی پارک مارانگو یا همون استارت مسیر کلیمانجارو مجوزهای صعود صادر میشن، وسایل بررسی میشن و مسیر شروع میشه. مسیری که ما انتخاب کردیم برای صعود اصطلاحا مسیر کوکاکولا هست. چرا کوکاکولا؟ بچه تسمیهش جالبه. سالهای قبل که اینقدر صعودها ارگانیزه نبود اینجا، اهالی بومی تانزانیا توی این مسیر برای کوهنوردا توی جایخی ها کوکاکولا و کیک و از این مایحتاج میفروختن. همینطوری اسم این مسیر اصطلاحا مونده مسیر کوکاکولا و هیچ وجه تسمیه‌ای نداره. ما اصطلاحا از مسیر کوکاکولا قرار بود صعود بکنیم. قله تقریبا تو 6000 متری بود و نقطه استارتمون در 1800، حدود 2000 بود. از اینجا تا 6000 متری تقریبا هر 1000 متر یک پناهگاه وجود داشت که میبایست تو اون استراحت و همهوایی میکردیم. منتها ما می‌خواستیم با دوچرخه صعود بکنیم. از ورودی پارک یعنی ارتفاع 1800 تا 2700 که اولین پناهگاه بود نمیتونستیم با دوچرخه بریم. مسیرش مناسب برای دوچرخه نبود. مجبور بودیم یک مسیر دیگر رو دور بزنیم و مستقیما بریم به کمپ 3700. منتها مسیر ابتدا مسیر جنگلی بود و خوشایند بود برامون. جنگل های استوایی، درست هوا شرجی بود، گرم بود، ولی خب مسیر فوق العاده مناظر و حیات وحش و طبیعی خیلی قشنگی داشت. ما اجباراً روز اول از 1800 به 3700 میانبر که نزدیم، خودمون تحت فشار بودیم و عصر ساعت 7 رسیدیم به پناهگاه. هم ارتفاع خیلی افزایش داده شده بود، بالاخره مسائل ارتفاع زدگی. یعنی براتون چالش نداشت؟ یعنی کسی دچار ارتفاع زدگی یا حالش بد؟ با 700 نه، ولی تحت فشار بودیم. واقعا تحت فشار بودیم. مخصوصا بالاخره مسیر طوری بود که دوست داشتیم با دوچرخه بریم. زمانمون تنگ بود، میبایست میرسیدیم. قسمت بالای مسیر رو تونستیم با دوچرخه بریم تا این مسیر و رسیدیم به پناهگاه 3700، در واقع پناهگاه سوم. اسم پناهگاه هورومبو بود. کلبه هایی ساخته بودن، کلبه هورومبو در واقع بزرگترین پناهگاه مسیر کلیمانجارو است. امکانات حداقلی نگیم،
برای اون ارتفاع امکانات حداکثری ساختم. کلبه های چوبی هست، پاور بانک های خورشیدی هست به تعداد محدود برای شارژ وسایل برقی کوهنوردا، سرویس های بهداشتی و این مسائل همشون هست. از چالش ها بهمون بگو کلا در طول صعود، نه حالا همین 2000 متر، در طول صعود چه چالش هایی داشتی، چه سختی ها، چه مشکلاتی بود که چه براش حاضر بودی چه براش حاضر نبودی و غافلگیر شدی؟ اولیش همون چالش ارتفاع و بحث بدنی بود. میخواستیم هر روز 2000 متر، کم کم 1000 متر در ارتفاع بالا ارتفاع بگیریم. بحث بافت زمین بود. اولش جنگل، شرجی، آخرش هم که یخچال‌های 2000 ساله. در عرض 5 تا 6 روز ما اختلاف دمایی مثبت 35 تا منفی 25 رو تجربه کردیم. منفی 25 در قله، مثبت 35 در 60 درجه در باران های سیلاسا تقریبا هر روز بودن، غیر از روز قله. البته قله اونقدر سرد و باد بود که دیگه بارون نبارید، ولی تقریبا حوالی 3 ظهر 4 ظهر هر روز بارون های آفریقایی ما رو میگرفت و بارون های سنگینی بودن. همه جا گل میشد، امکان حرکت بعضی جاها دیگه نبود. بعد چالش های غذایی بود که بالاخره. چه فصلی صعود کرده بودیم؟ بهمن ماه ایران که چون تانزانیه در نیم کره جنوبی هست، در واقع تابستون بهار و تابستون آفریقاست. بریم به ادامه صعود. الان اولین روز رو رکاب زدیم، 2000 متر ارتفاع گرفتیم، بارون، فشار شرجی، فشار هوا، فشار رکاب زنی، همه اینا رو تحمل کردیم. یعنی روز اول در واقع برنامه و سیله محکمش رو زده که اینجا جای بچه گازی نیست. رسیدیم به هر حال به پناهگاه. چقدر زمان داشتیم برای استراحت کردن؟ چند روز یا چند ساعت زمان داشتیم برای استراحت کردن و ادامه مسیر چطور بود؟ ما در هرمبو 3700 متری بودیم. چون در عرض یک روز 2000 متر ارتفاع افزایش داده بودیم، قرار شد که 24 ساعت و بیشتر از 24 ساعت، در واقع 36 ساعت اونجا بمونیم. روز بعد رو کلن در هرمبو باشیم که هم هواییمون به صورت کامل انجام بشه. شب ساعت 7 و 8 رسیدیم هرمبو، تا فردا صبح زود استراحت کردیم. فردا رو که قرار بود کلن در هرمبو باشیم، یک برنامه هم هوایی با یک قله حدود 4200 نزدیک هرمبو به نام موینزی، یکی از زیباترین قله های کنار موینزی، به زیباییش مشهوره، یک قله خیلی زیبا در دامنه کلیمانجارو، ما از 3700 به 4200 موینزی صعود کردیم تا ظهر صعودمون تموم شد. چون دیگه قسمت اعظم راه رو اومده بودیم، هم هوایی کردیم. جاذبه های طبیعی زیبایی داشت اونجا، یه زبراراک یا صخره گورخر، یه صخره هایی بودن که به صورت گوره خری، سفید و مشکی، از اونم دارن استفاده میکنن آفریقایی ها، یک جاذبه توریستی و بعد تو همون اطراف هستن و در ارتفاع حدود 4000 صخره های عظیمی که حالت گوره خری دارن. ما اونا رو انجام دادیم و برگشتیم تو کمپ تا استراحت بکنیم. در واقع جزء صعودتون نبود، یک ماجراجویی بین سفر. دقیقاً اون یک روزو خواستیم هم هواییمون کامل تر بشه و یک مقدار آماده بشیم برای چالش روز سوم. اون 36 ساعت رو چجوری گذروندیم؟ 36 ساعت که 7-8 ساعتش رو که شب خواب بودیم، صبحش حدود 10 ساعت صعود و فرود به موینزی بود، بعدش عصر تا فردا صبحش استراحت کردیم تا پس فردا صبح روز بعدش از 3700 هرمبو به سمت 4800 کیبو حرکت بکنیم. در مورد غذا هم بهمون توضیح میدی؟ غذا رو خودتون میپختین، با خودتون برده بودید، کنسرو بود یا اونجا امکان فروش و خرید غذا بود؟ کلا تغذیه‌تون چی بود؟ اصلا در مورد تغذیه بهمون یه مقدار بیشتر اطلاعات میدی؟ چه تغذیه قبل از سفرت هم برامون بگو، چون بالاخره یک رژیمی رو حتما طی کردی که آماده این سفر بشی، و چه رژیمی که در حین صعود داشتی و اصلا امکانات قله و تجهیزات غذایی که شما با خودتون برده بودید؟ قبل سفر متاسفانه رژیم خاصی رعایت نکردم و اینجا توصیه میکنم هر کسی از دوستان خواست همچین سفری بره،
حتما از چند ماه و چند سال قبلش برنامه تغذیه‌ای داشته باشه. یعنی مهمترین، شاید اونجا مهمترین چالش‌ها و ضعف‌های من بیشترش مربوط به بحث تغذیه بود. البته چربی، الکل، مواد مضر رو تقریبا از چندین ماه پیش حذف کرده بودم. تغذیه طول سفرمون میتونستیم که خودمون تو کوله ببریم، تجهیزات قابل هم در حد نودل، کنسرو و بردیم و میتونستیم در کمپ ورودی مارانگو هماهنگ بکنیم که در همون آشپزخانه ها اون مسئولین اون کمپ برامون غذای آماده بکنه. غذاهایی که آماده میکردن خب شاید غذای رستورانی نبود، ولی خب اول فکر میکردیم که حالا منویی که در اختیارمون قرار میدن سوپ خیار هست و هیچ فایده‌ای برای ما تو اون ارتفاع نداره، نیازمند غذای سنگین و مقوی و اینجور چیزا هستیم. ولی بعد که رسیدیم اونجا با توجه به ارتفاع زدگی و مشکلاتی که برامون پیش میومد، دیدیم که نه، غذاهایی هم که اونجا درست میشن اتفاقا اصولی هست، غذاهای سبک و غذاهایی که باعث نشن که حالت تهوع و حالت ارتفاع زدگی تشدید بشه. هم از اونها استفاده کردیم، هم از غذاهای خودمون، چون بعضی موقع هم غذاهای اونها واقعا باب طبع ما نبود، ذائقه ما نبود. خب الان رسیدیم در واقع پارت دوم سود. صبح زود قراره که پارت دوم رو شروع بکنید و 1000 متر اگر اشتباه نکنم قرار ارتفاع بگیرید. بفرمایید. اینجا بحث 1100 متر بود، از 3700 هرومبو تا 4800 کیبو. پناهگاه 4800 اسمش کیبو هست، ولی واقعا چالش در حد 1000 متر نبود، چون بدن در 3700 حدود 30-50% توانش رو از دست داده بود. اکسیژن رسانی تقریبا نزدیک 30-50% کمتر شده بود و اونطوری که فکر میکردیم پیش نمیرفت. منتها مسیر خودش جالب بود و مناسب دوچرخه. حد فاصل 3700 هرومبو تا 4800 کیبو یک جغرافیای منحصر به فرد داره، یک بیابان و کویر در ارتفاع 3700، بافتش کاملا بیابانیه، باد سرد و شن، و در 9 کیلومتر 1100 متر ارتفاع میگیری، ضمن اینکه بافت بیابانی یک شیب تند هم داره. خیلی جالبه این قسمت سفر، این بافت یک حالت، یک نقاشی سورئال برای آدم رو تداعی میکنه. رنگ خاک یک رنگ تیره، نه رسی هست، نه قهوه‌ای، نه مشکی، رنگ خاصی داره. همین تشعشع رنگ خاک باعث شده که فضا و شنی که باد جابجا میکنه، فضا و آسمون هم یک رنگ خاصی به خودش بگیره. شبیه قصه ها بود این قسمت. آخر زمانی بود. کاملا آخر زمانی بود. در یک قسمتی مرز کنیا دیده میشه، کوهنوردانی که از کنیا صعود میکنن از اونجا میان با چالش های خاص خودشون. طبیعت جالب کنیا رو از بالا میتونیم ببینیم، طبیعت خاص جنگل های کنیا رو از دور میتونیم ببینیم. تقریبا نقطه مرزیه و شیب رفته رفته تندتر میشه. ما 9 کیلومتر و 1100 متر ارتفاع گرفتیم، رفته رفته فشار اکسیژن پایین اومد تا جایی که پناهگاه کیبو تقریبا هم ارتفاع قله سبلان خودمونه، که هنوز بعد از اون ما کار داشتیم و همه این تقریبا کل مسیر رو با دوچرخه رفتیم که چالش برانگیز و سخت بود برامون. عارف، از چالش پناهگاه دوم، پناهگاه کیبو بگو که یه خاطره خیلی جالب و فان و طنزی برامون تعریف کردی، میخوام این رو بر مخاطبانم تعریف بکنم. با مشقت فراوان رسیدیم کیبو. پناهگاه کیبو چند تا کلبه چوبی داشتن به عنوان جان پناه، ولی بقیه کوهنوردا در چادر بودن، مثل هرومبو مجهز و کامل نیست اونجا، فقط در حد یک پناهگاه امداد و نجات هست. رسیدیم کیبو و شیب تندی رو رکاب زده بودیم و من نفس می زدم، همش فکر می کردم که به خاطر شیب تندی که رکاب زدم دارم نفس می زنم و اگر 10-15 دقیقه استراحت بکنم این مشکل حل میشه. همینطوری داشتم
فکر میکردم به اینو، استراحت میکردم، آروم آروم آب میخوردم، گلوم رو تر میکردم. من نزدیک نیم ساعت تا 45 دقیقه استراحت کردم، ولی این مشکل حل نشد و بیشتر شد. بعد فکر کردم خب بیماری آسمم پشتی شده یا مشکل دیگری هست. یک سالن مانند چوبی درست کرده بودن، بسیار باریک و تاریک. کل کوهنوردا اونجا نشستن دور یک میز و دارن غذا میخورن. حین صعود ما گروه های ارمنستان، آمریکا، فرانسه، البته تیم های کوهنوردی بودن، اونجا حضور داشت. خلاصه وقت نهار شد. نهار رو باید معمولا تو غذاخوری صرف میکردیم که دورریز و زباله و اینا تولید نشه، قانون اونجا این. من وارد رستوران و غذاخوری که شدم 60-70 نفر، شما تصور بکنین که دارن اینطوری نفس میکشن. بعد واقعا اولش ترسناک بود، بعدش جالب بود و همشون کوهنوردای خوش هیکل و خوش قد و قامت و مشخصه که کار بلد. ولی خب بعد اونجا تازه متوجه شدم که خب خاصیت ارتفاع 4800 که میگن فشار اکسیژن بیشتر از 50% کم میشه همینه، به اضافه هوای باد سرد و گرد و خاک خاصی که اون بیابون داشت، همشون باعث شده بود که خیلی عادی همینطوری نفس میکشیدن، انگار که این تنفس عادیشونه. و بالاخره چالش‌های 4800 هم جالب بود. دستشوی صحرایی که منطقه‌ای که به عنوان دستشوی صحرای تعبیه شده بود، هولوش 50 متر با جایی که ما نشسته بودیم فاصله داشت، ولی همون فاصله رو طی کردن و برگشتن معادل یک فعالیت خیلی سنگین بود. و واقعا آدم، من خودم فکرش رو می‌کردم که چطوری قراره بعد از این رو 1300 متر باقی تا قله رو چطوری قراره ادامه بده. الان رسیدین، به قول خودتون صرف نهار رو هم کردید، برنامه در ادامه چیه؟ ما دیشب رو هرومبا خوابیدیم، صبح تا ظهر تا از 3700 تا 4800 رکاب زدیم. صبح تا ظهر ساعت 2 ساعت 6 7 صبح ساعت 6 7 شروع کردیم و ظهر ساعت 1 2 رسیدیم کیبو و کارامونو کردیم. از ساعت 2 ظهر تا 12 شب میتونیم که تو کیبو استراحت بکنیم، ولی ساعت 12 شب بدون اینکه اون شب بخوابیم به سمت قله حرکت خواهیم کرد. صعود آخرتون یعنی بدون خواب شبانه. بدون خواب شبانه با اون فعالیت سنگین و با اون فشار اکسیژن پایین. هرچند که تو اون 10-12 ساعتی که اونجا، 10-12 ساعت هم نه، 8-10 ساعت که بهمون فرصت دادن تا استراحت بکنیم، به خاطر فشار پایین اکسیژن عملا امکان خواب هم نبود. حالت درازکش برامون خیلی سخت بود. سعی کردیم سرمون رو حالا بالاتر بذاریم که مشکل برامون ایجاد نشه. عملا فقط استراحت جسمی بود، نتونستیم کامل بخوابیم. شد ساعت 12 شب. از کیبو تا قله لیدر اجباری بود، 2 نفر لیدر، جلودار و عقبدار، لیدر محلی که لیدرام چرخشی عوض می شدن، هر کدوم یک تیم رو می بردن بالا، مجدد برمی گشتن آروشا شهر برمی گشتن. اینا خودشون حق نداشتن بیشتر از چند روز به صورت مستمر اونجا بمونن. ساعت 12 شب به خط شدیم، از ارتفاع 4800 به سمت قله امکان دوچرخه دیگه نبود. یک شیب خیلی تند، خیلی خیلی تند، بیشتر از 10-11 درجه میتونم بگم امکان دوچرخه که نبود هیچ، حالا امکان حرکت مسیر مستقیم هم نبود. شیب های زیگزاگی بیشتر از 1.5 تا 2 متر نبودن. هر 1.5 تا 2 متر مجبور بودیم زیگزاگی بریم که بتونیم اون شیب رو تا حد امکان بشکنیم. اون یکی تیم هم با ما حرکت میکردن، تیم های کوهنوردی، دوچرخه رکولمون بود، تیم های کوهنوردی هم با ما بودن. تو مسیر هیچ چیزی دیده نمیشد، یعنی تاریکی مطلق. از فاصله دور یک ردیف هدلایت های کوهنورد ها به صورت یک خط نوری دیده میشد. یه خورده که بالاتر می رفتیم، چند صد متر پایین تر، همون منظره را هم از تیم‌هایی که بعداً حرکت کرده بودم می دیدیم. جالبش اینه از ارتفاع 4800 تا 5500 که این شیب خیلی تند هست، حتی تو این مسیر زیگزاگ
جای استراحت، صخره یا جای مسطح تقریبا وجود نداره. تقریبا یک جا وجود داره که تیم‌ها هم به نوبت یکی باید حرکت بکنه که اون یکی تیم بتونه چند دقیقه اونجا مستقر بشه و نفسی تازه بکنه. خیلی چالش برانگیز بود. شد اصلا تا اینجا سفرت شده لحظه‌ای که کم بیاری بگی مثلا ولش کن، تا اینجا اومدیم دمت گرم و برگرد که بس؟ تا اینجا نه، ولی همینجاها همون فکر رو کردم. 300 متر پایانی روی خط و رأس کنار دهانه آتش فشانه، ولی تا 5 و 500 ما باید به همین شکل می‌رفتیم. عملاً نیروی جاذبه زمین رو روی تک تک سلول‌ها داشتم حس می‌کردم که دارم با اون مجادله می‌کنم. استراحت نداشتم، می‌خواستم بخوابم. حتی جایی که می‌ایستادیم می‌خواستم یک دقیقه چشمامو روی هم بذارم. دو نفر از هم نبردهامون خواستن، حتی اونقدر مشکل خواب داشتن که میخواستن بخوابن و لیدر مدام بهشون تذکر میداد که اگر بخوابین دیگه بیدار نمیشین. و همون دو نفر برگشتن. از تیم پنج نفره سه نفر تونستیم به قله صعود بکنیم، دو نفر بقیه 300 متر مونده به قله برگشتن. از تیم‌های کوهنوردی همینطوری تقریبا 30% تا 50% اعضای تیم این مسیر آخر رو برمیگشتن، با حالت تهوع کنار راه بودن یا کشان کشان و با افت فشار و مش افت قند همینطوری اینا رو لیدرها برمیگردوندن. منم یه تقریبا تو 5500 که دیگه چیزی تا خط و رسم نمونده بود، ولی خب واقعا خسته بودم و احساس میکردم دیگه نیروی جسمیم تموم شد. با خودم صحبت میکردم که دیگه شاید باید دیگه برگردی از اینجا. حس میکنم اونجا نیروی ذهن کمکم کرد. با خودم خیلی که الان جا رفتم. یه جایی فکر کردم که تو سخت‌تر از ایناش هم دیدی، میتونی بری. بعد با خودم که فکر کردم دیدم سخت‌تر از این شرایط رو تجربه نکردم. شرایط سخت‌تر از این شرایط جسمی رو تجربه نکردم. ذهن خیلی، یعنی فقط با خودم بودم. یه گفتگوی ذهنی اونجا شکل گرفته بود. فشار اکسیژن پایین بود. هیچ فریب ذهن شروع شده بود دیگه. هی می‌خواست گولت بزنه که ولش کن. هیچ کس هم باهات صحبت نمی‌کرد. هیچ کدوم از همنوردا نه توان و نه حوصله صحبت رو داشت. همه احتمالاً درگیر همین مکالمات مشابه بودن دیگه. نفر جلو، صدای نفس نفر جلو، صدای نفس نفر عقب و صدای نفس خودت تو این سکوت و تاریکی شب. لحظه‌های خیلی جالبی بودن برای من. از رسیدن به قله بگو و حسی که در لحظه رسیدن به قله داشتی، از منظره‌ای که دیدی، از اون حسی که در درون تجربه کردی و اگر اتفاقی توی مسیر این خط و رأس افتاد برامون. همون قسمت‌ها تقریبا با خط و رأس فاصله نداشتیم. کلیمانجارو تقریبا 5000 و حدود 5900 ارتفاعش که 200 متر پایانی دقیقا تو کنار دهانه آتش فشان با یه شیب ملایم هست که راه میریم. به خط و رأس که رسیدیم شیب خیلی ملایم شد و ساعت 4 صبح بود. منتها باد و سرما به صورت محسوس به چالش هامون اضافه شد. ارتفاع تقریبا 5700، یخچال های عصر یخبندان که هنوز از دور دیده می شدن و بادی که از کنار اونا می اومد. کف زمین یخ بود. امسال به خاطر حالا تغییرات بحث گرمایش زمین، یخهای اونجا که معمولا کوهنوردان میگفتن که اون فصل قرار آب بشه، تو نیمکره جنوبی آب نشده بود، سردتر از بقیه سالهای قبلشون بود. تو خط و رأس زیر پامون یخ بود و داشتیم حرکت میکردیم با شیب ملایم، با باد خیلی شدید و سرمای حدود -20 -25. تا ساعت 6 صبح، از 4:30 تا 6 صبح تو خط و رأس داشتیم میرفتیم. حدود 6 صبح آفتاب شروع کرد به طلوع کردن. با نور کمی که حالا تو محیط داشتیم تازه اون موقع فهمیدم که من کجام. اول سمت راست رو دیدم، یه دره 70 تا 100 متری دقیقا دهانه آتش فشان بود، کاملا دیده میشد.
خب زیر پام یخ بود، تعادل کم، باد و بحث ارتفاع، دو چرخم که کنارمون و خستگی و بیخوابی. حالا اون طرف رو ندیده بودم، برگشتم اون طرف، یه دره 5700 متری که چند لایه ابر دیده میشد، دیگه چیز خاصی دیده نمیشد. همونو فکر میکردم که شاید اگه قرار بود ما رو صعود بکنیم نمیشه. اصلا ذهن اجازه نمیداد که رو اون تیغه و خط و رست رو تا قله حداقل ادامه بدیم. با همین فکرها بودم که از دور منیفست یا همون المان چوبی قله رو دیدیم که کوهنورده کنارش داره نکاسی میکنن و به عشق اون سرعتمون هم بیشتر شد و خودمون رو به اون رسوندیم. اونجا نمیتونم بگم چی بود، حالتم رو نمیتونم دقیقا توصیف بکنم، یعنی بهت بود، نشگی بود، نشگی که ناشی از کاهش فشار اکسیژن بود، یا حیرانی بود برای دیدن یک جای جدید، رسیدن به آرزوت یا کشف ورژن جدید خودت. اصلا هیچ اسم و هیچ تعریفی از حس اون لحظه ندارم، اون 10 دقیقه 15 دقیقه. فقط چیزی رو که میدونم اینه، یک معتاد که همیشه دوست داره حس اون ماده رو که برای اولین بار تجربه کرده دوباره تجربه بکنه، فقط الان مدام دوست دارم که مجدداً اون حس رو تجربه بکنم. اشکام جاری بودن در حالی که خودم هیچ اختیاری روشون نداشتم و نمیدونستم که دارم گریه میکنم. دمای هوا خیلی پایین بود، اشکام باعث میشدن که گونه هام، دمای هوا باعث میشد اشکا رو گونه ها یخ بزنن و همونجا باعث سوختگی گونه ها و لب و بینی و همه چی بشن، ولی و پوستم رو میکندن. دقیقا وقتی میخواستم اون یخ رو جدا بکنم پوستم کنده، ولی مهم نبود، همینطوری اشک میریختم. ماجراجوی بعدی کجاست؟ بهش فکر کردی؟ تو دو تا کاتگوری دارم. اولش بحث سایکل توریستیه که میخوام بگردم آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی بیشتر تو هدف هستن، بعدش اروپا هست، خاور دور هست، همه اینا رو میخوام سایکل توریستی برم. تو بحث کوهنوردی اگر باشه و آموزش هایی که الان پیش گرفتم بتونم ادامه بدم، قله آمادبلام رو خیلی دوست دارم. فرودمون بار فنی داشت ولی خب بار جسمیش بهتر و راحت‌تر بود، هر چقدر ارتفاع کم می‌کردیم خب سرحال‌تر می‌شدیم، سرخوش‌تر می‌شدیم و خب طبیعتاً نیروی جسمی که برای فرود لازم بود خیلی کمتر بود، ولی خب باز پرچالش بود. ترمزهایی که خراب شد از هم رکابمون، لوله زینه خودم که شکست توی سرازیری‌ها و مجبور شدم تا انتهای سفر با همون لوله زینه خوابیده بیام، ولی خب زیبایی‌های مسیر رو بیشتر ببینم، حس رهایی رو بیشتر تجربه بکنم. که کیبو تا هرومبومون چند ساعت طول کشید، شب تا هرومبو موندیم و از هرومبو تا آروشا مسیر زیبا جنگلی و حتی بین روستاهای تانزانیا تونستیم رکاب بزنیم و حیات وحش رو ببینیم، چیزهای قشنگ رو کشف بکنیم. تجربه لمس حیات وحش که حیوانات میتونن تو زیستگاه خودشون کنار بچه هاشون کنار همجنس‌هاشون چقدر راحت زندگی بکنن بدون اینکه تو قفس و اسارت باشن و ما همون زندگیشون رو ببینیم، شریک بشیم و لذت ببریم، همه اینا خیلی لذت بخش بودن تو تانزانیا. نهایتاً رسیدیم آروشا و چند روز آفریقا رو گشتیم با دو چرخه و برگشتیم تبریز. از مردمشون بگو، از فرهنگشون، از عقایدی که برات جالب بود. یه فلسفه جدیدی دارن، همه جا همین ترانه رو میخونن، ترانه هاکونا ماتاتاست. هاکونا ماتاتا عبارتی بود که تو قصه شیر شاه ترند شد که سیمبا گرازی که بود، تیمون و پومبا و تیمون موش صحرایی که بود، مدام دنبال سرزمین هاکونا ماتاتا میگشتن، از همه سراغش رو میگرفتن که هاکونا ماتاتا کجاست، به ما گفتن جای خوبیه و ما باید بریم اونجا، در حالی که آخر سر اونا هم به اون نتیجه رسیدن و ما مخاطب هم به این نتیجه رسید که هاکونا ماتاتا یک جای فیزیکی نیست، یک سرزمین فیزیکی نیست، جایی در ذهن انسان که هر جا ما بتونیم از زندگی لذت ببریم هاکونا ماتاتا
همونجاست. هاکونا ماتاتا تو زبان سواحیلی، تو زبان تانزانیا به معنی خیالی نیست، بی خیال. هر جا میرین بهتون هاکونا ماتاتا میگن. یه ترانه خیلی شیرینی هم دارن، همه جا همونو میخونن و با همون فلسفه دارن زندگی میکنن. بکرترین، بیریاترین و از شادترین مردم این دنیا هستن. عارف، یه مسئله هستش. ما وقتی میریم توی کشوری سفر میکنیم، همیشه یه آهنگی هستش که از اون کشوره با ما میاد، یعنی همیشه هست، هر جا پلی بشه. حتی اگر مثلا یک آهنگی بوده که روش یک خواننده یک ترانه‌ای رو خونده، حتی اگه اون رو بدون کلام و اینسترومنتالش توی مرکز خرید ده ها سال بعد بشنویم، خود به خود خاطرات اون سفر زنده میشه. این موسیقی برای تانزانیا و برای سفر تو چه بود؟ همونی که گفتم، هاکونا ماتاتاس. اسم موسیقی جامبوه، جامبووانا. جامبو در زبان سواحیلی به معنی سلامه. بعد جامبووانا که شاه بیتش همون هاکونا ماتاتاس. دقیقاً شاید به نظر من شناسنامه موسیقیایی تانزانیا همینه که در هر کوچه، بازار، قله، همه جا خونده میشه و دقیقاً سازگار با فرهنگ و ساختار مردم اون کشور. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. عارف، یه سوالی هم من کنجکاو کرد. میدونم که از خانواده موسیقی تو، که برادرت میدونم که موزیسین بسیار قابلیه، گفتم که گیم چنجر هم هستش. رابطه و میونت با موسیقی چطوره؟ خوبه. به اندازه ارسلان نه. ارسلان به نظر من نابود. سازی کار میکنید؟ اوائل چرا؟ ارسلان سالهای سال قبل، اوائل دهه 60 با آکاردئون شروع کرد. هیچ سازی نبود و خفقان خیلی زیادی توی مورد. اون موقع من با ساز نقارا همراهیش میکردم، بعدها سراغ بالابان یا دودک رفتم، ولی هیچ وقت به اندازه ارسلان تو موسیقی موفق نبودم. ولی اینکه گوش بدم و لذت ببرم، بله، به نظر من موسیقی جزی از ورزشه. ارسلان میدونید اعتقادش این بود که موسیقی راک شاید با نسل ما، با کودکان ما، با جامعه ما، از جامعه ما دور باشه، سنخیت نداشته باشه. ارسلان فلسفهش این بود، اونقدر تو موسیقی وارد بود که گفت من موسیقی راک رو بومی سازی میکنم. موسیقی راک رو آورد و کرد و فولکلورهای ما رو آورد با موسیقی راک اجرا کرد که نسل جدید فولکلور رو گوش بده به بهانه موسیقی راک. بعدش وارد هیته کلاسیک شد، راک کلاسیک. به خاطر سواد موسیقی که داشت، تونست این دو موسیقی کاملا متفاوت رو با هم میکسشون بکنه. دو موسیقی که کاملا هیچ سنخیتی با هم ندارن، اصالت موسیقی کلاسیک و امروزی بودن و لذت و جنب و جوش موسیقی راک. از من که میپرسی میگم یه چیزی مثل دوچرخه گراول بود. میرم دشمن گره دنیزدن گچمم گره دالخالارا بورمم قیالارا چرپم گره. ما معمولا وقتی میریم تو اینجور سفره یه سری افراد هستن که نگرانمونن، پدر، مادر، خواهر، پارتنر. بعضی جاها آنتن نداری، بعضی جاها اینترنت نداری. این رو چجوری مدیریت میکنی؟ راستشو بگم من مدیریت نکردم و عزیزانم مدیریت کردن. پدر و مادرم شاید مطمئن بودن که چون تصمیمم گرفتم خواهم رفت، چیزی نگفتن و علارغم دلنگرانی که میدونم داشتن، فقط و فقط حمایت کردن. من دو تا گربه حمایتی دارم که یکیش پاهاش قطع شده، آمپوته شده، دومش و قسمتی از شکمش، و یکی هم بیماره. طبیعتاً اینا رو به هیچ عنوان تا حالا تو این 4-5 سال پانسیون نبردم، چون نیاز به حمایت و رسیدگی دارم. پدر و مادرم با وجود کهولت سنیشون، با وجود شرایط سنیشون، کل این 15 روزی که من نبودم، صبح و عصر کنار اینا بودم، بهشون سر زدن، غذا دادم، بازی کردن و
هم خیال من راحت بود و همین که بچه هام یا گربه هام هیچ چالشی نداشتن تو این چند روز. در مورد پارتنرم هم خیلی نگران بود و بعد سعی کردیم که زیاد صحبتش نشه، صحبت سفر نشه دیگه، بعد سفر بیشتر سعی کردیم خاطرات رو مرور بکنیم. فراموش. عارف، اگر مجرای ارتباطی هستش برای دوستانی که ویدیو رو تماشا کردن، احیانا ممکنه سوالاتی تو ذهنشون مطرح بشه، اگر شبکه اجتماعی یا کانال دسترسی داری معرفی بکن، اگر در ذهنت داری که در مورد این سفرت کتابی، مقاله‌ای، وبلاگی چیزی بنویسی، بهمون تصمیمت رو بگو که چنین تصمیمی داری آیا یا نه، یا اصلا کارگاهی رو دوست داری مثلا کارگاهی رو به صورت حضوری برگزار بکنی با کسایی که میخوان علاقمندم برن و اونجا بیان حضوری سوالات رو بپرسن، شاید ما میتونیم به عنوان یک دوست شما و همراه شما بسترساز این قضیه باشیم، این اتفاق باشیم. و در نهایت آیا به این فکر کردی که خودت کسایی رو که تجربه اولی هستن توی این ماجراجویی‌ها توی ماجراجویی‌های بعدی با خودت همراه بکنی، یا این ماجراجویی رو با یه سری افراد دیگه دوباره تکرار بکنی و حس قله کلیمانجارو رو به کسای دیگه هم بچشونی؟ اول در مورد کلاس گفتین، من خودم الان در حال آموزش دیدنم و میتونم تجربیاتم رو به دوستانم منتقل بکنم، ولی به هیچ عنوان خودم رو در مقام یک استاد یا معلم نمیدونم. ولی خب چیزایی که اینجا ثبت شدن و اینجا ثبت شدن، نه در کلاس، میتونم در ازای یک قهوه توی یک کافه دنج هر کدوم از دوستانی که مایل بودن در اختیارشون بذارم. وبلاگ یا سایتی فعلا ندارم، ولی کاملا مصمم هستم که کل خاطرات سفر، چه کلیمانجارو چه اروپا، همینا رو گرده هم بیارم. در مورد سفر دوباره، سفر بهترین اتفاق زندگیه، چه تکراری باشه چه بار اول باشه، و با هر کسی که میخواد باشه، سفر بهترین اتفاق زندگی، حاضرم دوباره تجربه بکنم و مخصوصا حس قله کلیمانجارو و حسای مشابه. عارف، میگن که بسیار سفر باید تا پخته شود خام. پیام این سفر چی بود برات؟ چی یاد گرفت عارف از این سفر؟ اول که گفتم یه ورژن جدید از خودش کشف کرد، لول آف شد. دوم، با یه جمله بگم، نمیدونم اینو کی گفته ولی جمله خودم نیست، که باید بروم نه با مرگ که چیز مسخره است، آن راه واری که بعد از درختان لخت میشود هوس بیشتری. کلن چه پیامی داری برای آدمایی که مثل خودتان و در این ویدیو رو تماشا میکنن؟ قهرمان زندگی خودشون باشن، با جسارت، با اراده، و کاری رو که میخوان انجام بدن، کاری رو که دوست دارن. این دلیل بر خودخواهی نیست که من میگم من کاری رو که دوست دارم انجام میدم و فکر هیچ کسی رو نمی کنم. نه، تا جایی که من حالم با زندگیم و آرزوهام خوب نباشه، نه فرزند خوبیم، نه پارتنر خوبیم، نه برادر خوبیه. دقیقا، آفرین. عارف، نکته بود که دوست داشتی بگی و من نپرسیدم؟ نه. دست شما درد نکنه، این یعنی من خوب تونستم بازجویت بکنم. و در نهایت هم عارف، خیلی ممنون که وقت گذاشتی علی‌رغم مشغله‌ای که داشتی. با حوصله میدونم که چند هفته درگیر این بودی که این ویدیو تر و تمیز در بیاد، این موضوع تر و تمیز در بیاد، فکر شده بود. و خیلی ازت تشکر میکنم که اومدی بابت هدیه‌ای که بچه اگه میشه اون هدیه رو بدم، یه هدیه ارزشمند و یادگاری ارزشمند برای من از تانزانیا بردی که خیلی تشکر میکنم بابتش. من این رو توضیحی میخوام بدم که اساس جنسش که سنگ جنسش رو میدونم و توضیحات تکمیلیش رو هم خودت بگو. چیزی به عنوان صنعت و پلاستیک و فلز نداره. هرچی دارند منابع طبیعیشونه و هنر دستشون. این هم که گواهی صعودت هستش به قله کلیمانجارو. عارف، خیلی ممنونم که تشریف آوردی، واقعا لذت بردم، خیلی خوب بود. بچه های پشت صحنه بحثمون اونقدر جذاب بود که من میدیدم بچه هم قرار موضوع شده بودم. و مرسی که تماشا کردید.
امیدوارم که لذت برده باشید و مثل همیشه حمایت‌های شما و نظرات شما چراغ راهمون خواهد بود و به ما این چراغ سبز رو خواهد داد که راه رو درست می‌ریم یا غلط. خیلی مخلصم، گلدازون با yağışır dumandır ya, nedir yağan kurşunlar.